با عرض سلام خدمت همه تریدرها، امیدوارم حال همگی خوب باشه. دوشنبه است، اول هفته و تا 4-5 دقیقه دیگه بازار سهام آمریکا باز میشه. من قبل اینکه شروع بکنیم خودم مارکت رو بررسی کردم، به نتیجه که رسیدم در واقعیت خیلی روز مزخرفی واسه ترید کردن، چون بازار یک دست نیست، چون در واقعیت شما نمیتونین مسیر نزدک، مسیر شاخص دلار نمیتونین با اطمینان بگین که بازار صعودیه یا نزولیه. از اون طرف داستان روی چارت با من یه لحظه همراه باشیم، از اون چارت بهتر میتونم توضیح بدم خدمتتون. عرض کنم که من تریدینگ ویو بیارم. روی تریدینگ ویو اگه نگاه کنیم اکثر پری مارکت ها داره بالا باز میشه. این بغل میتونیم ببینیم مثلا سهام AMD تقریبا 2% داره بالا باز میشه. سهام ارزم به حضورتون که بابا رو داریم تقریبا 2.9% داره بالا باز میشه. تسلا رو داریم خدمتتون عرضم، اینم داره 2%. اکثر سهام های ما دارن 1-2% بالا باز میشن. خب رو حساب این یه خورده کار کردن سخته، چون از بامداد گذشته در واقعیت اگه شاخص نزدک رو نگاه کنیم این اوپن بامداد دوشنبه بوده، نزدک کلی رفته بالا، الان رفته توی کانال اصلاحی ریزشی. ممکنه به محض اینکه بازار باز میشه این پرچم شکسته بشه، بازار صعودی باشه. خب این جهت مشخصه. ممکنه هم از بیفته پایین، کلا اون مسیری که از دیشب در واقعیت شروع کرده بود حالا نزولی بشه و خب کار ما خیلی سخت میشه. من یک سری از سهام‌ها رو انتخاب کردم، مثلا دارم میگم سهام بابا الان 5 دقیقه‌اش رو میبینید. در واقع ما بالای مووینگ 205 دقیقه هستیم، جا هست واسه اینکه بخواد به سمت بالاتر بره و این سهام داره $2-3 بالا باز میشه. اینی که آدمو یکم نگران میکنه که نکنه نتونه خیلی ارتفاع بگیره برای صعود کردن. خب همونجوری که این تایم فریم‌های مختلف به قول معروف جا داره که بخواد حرکت کنه، ولی متاسفانه خیلی بالا داره باز میشه. همینطوریش داره $3 بالا باز میشه. یا سهام AMD همینجوریش داره $1.5 بالا باز میشه، یه سهام $80. خب یه خورده کار کردن سخته. از اون طرف هم سل زدن به اینا اصلا چیز راحتی نیست، چون پله پله ما به مناطق حمایتی میخوریم که به راحتی نمیدونیم که میتونه از اونجا عبور کنه یا نه. در یه همچین روزهایی که بازار این مدلی قفله، سیاست من به این صورته: ترید اول با حجم کمتر برمیدارم، چون بازار خیلی تقلقه، نمیتونم با اطمینان خاطر جای پوزیشن بزنم. ما به خاطر همون ترید اول امروز با یک لات میریم. اگه در حین ترید لازم شد افزایش حجم داشته باشیم، یعنی جامون خوب بود خواستیم بیشتر بگیریم، ترید دوم با $2. اگه ترید اول درست در اومد کلا اومدیم بیرون، ترید دوم خواستیم بگیریم با $2. اگه ترید اول اشتباه شد ترید دوم باز هم با $1. اگه ترید دوم اشتباه شد دیگه ترید نمی‌کنیم تا فردا بریم چی در میاد. خب پس این برنامه‌ریزی من برای امروزه. تا یک دقیقه دیگه بازار باز میشه. بازار که باز شد من باهاتون همراه هستم ببینیم کدوم به کدوم میتونیم انتخاب کنیم. خب عزیزان بازار باز شد و همونجور که میبینین فعلنه که همه چی بالا باز شده. حالا بعضی‌هاشون هم تقریبا صفن. من تسلا رو هم دیگه ببینیم. تسلا فعلا اون بالا سبزه، ولی چیزی که هست نزدک رو نگاه کنیم. ببینید نزدک قرمز شد، یعنی اون بالا پرچمی بود که ما دلمون می‌خواست این پرچم رو به سمت اونور بشکنه، این نتونست اون بشکنه. الان پایین رسیده، اینجا خورده مووینگ 205 دقیقه، یعنی اصلا با اطمینان نمیشه حرفی زد. خب مووینگ 201 دقیقه شو اگه نگاه کنین اونجاست، اینا از بالا، پس مووینگ 201 دقیقه ایم، از پایین هم مووینگ 205 دقیقه ایم. خب من تو 5 دقیقه وای میستم، ولی تو 5 دقیقه بیاین مووینگ 201 دقیقه رو بهش اگه اضافه بکنیم شاید بد نباشه. عرضم به حضورتون که مووینگ 201 دقیقه، خیلی خوب، این آبی مووینگ 201 دقیقه است. دیدین ما بین مووینگ 205 دقیقه مووینگ 201 دقیقه داریم بازی میکنیم. این چیز خوبی نیست، اصلا هم چیز خوبی نیست. من این بار دارم رو مانیتور بالا در واقع نگاه میکنم ببینم کدوم به درد پوزیشن گرفتم میخوره. تا نوک تعیین تکلیف نشه من نمیتونم پوزیشن بگیرم. کلا دوشنبه روز خوبی واسه درید کردن نیست چون بعد دو روز بازار داره باز میشه، ولی امروز یه خورده میگم جهتگیریش هم جهتگیری راحتی نبود. خب ما میاریم اینور چارت تسلا رو میاریم، تسلا رو تو یک دقیقه نگاه کنیم داره میره بالا، یک لات تسلا میخوایم، یکم زوده رفتیم تسلا رو بای. من تسلا رو بای زدم این پایین براتون بیارم، یک لات تسلا رو بای گرفتم یعنی 100 دلار تسلا. سود و زیان من از اینجا میتونین ببینین و فقط امیدوارم که شاخص نزدک مووینگ 200 یه دقیقه‌اش رو بتونه رد کنه، دلش رد میکرد اوشت نباید برگرده اینجا، باید بره بریم رو همون چارت تسلا بمونیم. خب تسلا تا کجا میتونه بره؟ بیاین از تایم فریم بالاتر نگاه کنیم، 5 دقیقه خوبیم، 15 دقیقه، یک ساعته، شاید خیلی دارم دست بالا میگیرم ولی تو 750 شاید بره، تو 4 ساعته 4 ساعت هم 750 رو نشون میده. خیلی خب ما یه لات تسلا داریم، من ترجیح میدم بیام بیرون. دیدین با یک لات تسلا ما 217 دلار گرفتیم. خب میگم چون بازار امروز بازار خطرناکی بود من این کارو کردم. الان با 200 خب حالا بروکری که ما داریم باش کار میکنیم حسنش به اینه که نه اینکه کمیسیون نمیگیره، فقط همون اسپرد که صاف بشه ما اوکی. من در واقع تونستم 217 دلار بگیرم با یک لات. خب طبیعتا همین با دلار رفته بودم میشد 445 دلار. الان میتونم با خیال راحت تر روی بقیه در ادامه بازار پوزیشن های مناسب تری بزنم. خب یه چشم هم اونوره، چون نمیخوایم تایم ویدیو زیاد بشه خسته کننده بشه. دیدین پس یعنی در یک روزی که بازار تقلق بازار خطرناکی از بازار سر در نمیارین، اگه احساس میکنین که جای درست رو پیدا کردین حداقل با حجم کم برین که اگه شرایط اشتباه در اومد خیلی متضرر نشین. من سیاست خودم واسه امروز گفتم و طبق برنامه من پیش رفتم. الان من این به راحتی میتونم پوزیشن دوم رو با دو لات برم که در واقع اون سودی که میخوام به دست بیارم. حالا چون تا این ویدیو طولانی میشه طبیعتا پوزیشن بعدی رو نمیذارم براتون. امیدوارم که همگی سعی و سلامت باشین، پرسود باشین تا ویدیوی دیگه. وقت همتون بخیر.